کی آتش گشاد؟ این بوز کیست؟ یوسف قزوزاده اینجا چیکار دارد؟ زینهار دخالت نکنید. تو فرمان نشود کسی آتش نکشوید. دیر کردی، این کارو یوسف قزوزاده انجام داد. شد بس، خود رو عذاب نده. برای چی تو در اینجایی؟ برای کشتنی پول آدلیم دار. این رو از تو پدرت خواهش کرد؟ نه، با من این وظیفه رو راهبری همه همون داده بود. وظیفه رو با آدمی درست سپرده است. تو جسد او رو نیابند، وظیفه رو با انجام رسیده نمی حسابند. شما برگردید، من با اون میمونم. آریل، اگر علمدار رو یابی نزد من بیار، خواه زنده باشد خواه مرده. برای کمک کردن آمده. یکی از آدمانت پایان فرامده ببینند، شاید اگه یکون سنگ پنهان شده باشد، یکون کسی دیگر اطراف را نظارت کند. یک گروهتان بالاها را ببینید، گروه دیگرتان پایانها را، همه جا را ببینید.
اینجا بودن آنها را از کی فهمیدی؟ من در باره پولاد علمدار از شما بیشتر معلومات دارم. برای کشتن او تو را موظف کردنشان مرا حیران نمی کند. من هم حیران نیستم. ولی تو را باید سخت نگران کند. مگر کشتن پولاد علمدار زیستن هر کی را که او را کشته از دشوار نمی گرداند؟ تو دمی که پولاد علمدار زنده بود حیاتی همه مشکل بود. چی شد؟ یگان چیز یافته توانستید؟ نه جناب، یگان نشانش را نیافتید. با فکر من اکنون باید رویم. کمی پس اینجا ها در هم بر هم می شود. لیکن خوب است. میروی. این کوچیدن باز از کجا برآمد؟ الیف، تو گفتی حجره هم خورد است. پدرت برای تو شده خونه رو عوض کرد. حجره اینجوی من کلان خواهد بود؟ بله. پس من روزیم. تو اینقدر سخت تلاش نکن که ما را تلف ندهی. البته. واقعا در ارتباط با وقف در روزهای نزدیک باید ملاقات بکنیم. هر وقتی که خواهید. من از شما خبر انتظار می شوم. جانم. گوش میکنم عباس. فهمیدم. بیایید میرویم اکنون. تشکر آقای مدعی. برای همش تشکر مدعی. هیچ گپ نه، بسیار شاد شدم. سلامت باش. چرا نخواستی که دکتر تو رو بیند؟ احتیاج ندارم. به من چی فایده دارد؟ خودم نقص میدانم. بهترین تبابت از تازگی آغاز می‌یابد. پس از بین رفتن پولاد آغازی خوب خواهد بود. اما این را من باید میکردم. ما آمادگی نگرفته واردی بازی اسیر شدیم. اسیر خیانت نمی کند. این نقشه خود علمدار بود. خیر، من یه چیز نمیگویم. او را سالهای دراز تو میشناسی. اما یوسف را نمیشناسم. اینترستینگ. شخصی بسیار عجیب است. گفته های او آید به وظیفه اش درست است؟ حقیقت خورده که در خود درستی دارد. آیله قزوزاده ها در این منطقه یکی از آیله های نیرومند است. کانسه این شاهزاده را در این منطقه شاید شاه انتخاب کردنی باشد. یورگن، پس تو چی کار میکنی؟ من شایگری خود را میکنم. چه هم میکردم؟ تمام منطقه را در نبودن پولاد از عنصرهای او تازه میکنم. آخر من صاحب نیروی هستم که همه اکتیارهای این مبارزه را به کار انداخته میتوانم. شدید و دیگر گروه های تروریستی هیچ بر علیه منفیت های من نمیبرایم. کجاست؟
با دقت باش، بسیار با دقت باش. انا در اینجاست. به نزدیکی ها در بابل از فرمان های من کار را آغاز میکنند یورگن. نظام، آزاد نمیش قماندان. به فرمانتان حاضرم. پوسد با ما همراه می شود. از این پس وجودی شما شامل می شود و مشق را آغاز می کند. اطاعت رفیق قماندان. اکه اگر خواهی فورا آغاز می کنیم. اینجا قماندان آغاز می شود، دیگر اکه گفتن تمام. به همین عادت کردم قماندان یاسین. خسته نیستی؟ من اینقدر دم گرفتم که یک سال دم نگرفته تمرین هم کنم خسته نمی شوم. این نو آمده تحت فرمان تو خواهد بود. او را نخورانده و بی فاصله مشق بده، فهمه؟ اطاعت رفیق قماندان. با من بیا. میرویم. با گمانم یاسین قماندان را دوست می‌دارید. من قربان قماندان یاسینم. راه او راه وطن است. تو هم با من خوش آمدی دوستم میمیش. من قماندان میمیشم. در درفش سیاه اصول راهبری همین است. فهمیدم قماندان. تو از بچه های بحر سیاهی. من هم بچه های شما را خوش دارم. بخواب. بیست بار. چند شد؟ ده. نشد، از اول 20 بار.
چند شد؟ صفر. چند شد؟ صفر. 20. تمام شد. برخیز. معلوم است که خدمتی عسکری نکرده ای، اما مشق دیده ای. راحت. برای امروز همین قدر بس است. براو به خوراخوری براو. تشکر قماندان. خوب چطور عادت کردی؟ جرأت سرکشی نیست. من مجبورم که عادت کنم. بیا میرویم. خوش آمدی. سلام. با او چی شده است؟ با فکرم بسیار کاری مهم دارد. پس ما یک مدت هم نفسی آزاد نمیگیریم. یک زمره آدمانی هست که خواهش دارم تا ما کارشان را کنیم. تو نبر اومده روی خط را آماده بکن. آسیا بگوه میبیند. همه روزاش در همین جا قید شده است. من میروم. خوب اوسی. تو بازدید. اگر با یگان قرار آید به من خبر دهید. زنگ میزنم. اوزی حاضرک بر اومد. این روی خط رو برای تو آماده کرده است. گفت که شاید دیدن میخواهی. این روی خط شخصانی که به ما برای کار مراجعت کردند. آدمان مشهورند. بعضیشان مدت دراز است که انتظارند. نمی بینی؟ نمی بینم. در ساحه سیاست و کارگزاری ما رو این کارها شهرتمند می گردانند. گمان نمی کنم که بچونین یک درد یکون وقت گرفتار می شویم. البته تو حقی، اما من اندیشه خود رو گفتم. شب یک بار از نظر گذران. کدامش رو به گروه می دهم، کدامش رو شخصا خودمون می گیریم. با یک قرار می اومدی؟ من به یک قرار آمدم مریم. به همشون یک جواب می فرستیم. به جز کارهایی که حالی یا مشغولیم کاری نو دیگر نمی گیریم. تو پیام مرا بر راستای ناخوشی که در نمایش رخ داد رساندی؟ آره. برای آن جوان مردی که شما از خود هویدا کردید از شما سپاسگزاری کردند، اما چاره های لازمی آیدی تحقیق دزدی دوام خواهد یافت. نمیخوام که این کار بار دیگر مرا عذاب دهد. موضوع وقتی که تحقیق میشود کوشش میکنیم که نام شما ذکر نشود.
لیکن هنگام استنطاق شاید یگان لحظه ناخوشی هم رخ بدهد. بیا یوسف. تینجی هست؟ یگان گپ شد؟ وظیفه هم را اجرا کردم. کدام وظیفه؟ پولو دلیم دار را پراندم. با من گفته بودی که انتظار می شوی. یک فرصت یافتم و استفاده بردم. این چطور شد؟ یک سرپریز شد. از پای یک کاری دیگر بودم که او را یافتم، هم در جایی که خودم می خواستم. در کجا؟ در کنار یک وادی، وقتی که یک دوست ما با او زد و خورد داشت. فردینان را داشته بود، قریب او را میکشت. او را پراندم و او از بلندی بدر افتید. خیر، جسدش را دیدید؟ مسافه زیاد بود، کفتم ولی نگفتم. در آنجا دیگر بیهوده ایستادن نخواستم و زود دور شدم. بسیار خوب کردی پسرم. جناب، میخواهید که جسد را بکوبیم؟ نه، هیچ یکی از آدمونی ما را در آنجا نبینند که بسیار خفناک است. حقی هیچ لازم نیست. گذشته از این، حاضر مرده یا زنده بودنی پولاد هیچ مهم نیست. یوسف وظیفه ای که به او داده شده بود انجام داد و چیزی مهم همین است. باز در شاهدی فردینان بر این آدم، این برای ما بسنده است. از این باز یکان کسی دیگر آگاه هست؟ فردینان و دسته او و ما. بسیار خوب، اما این بزودی آوازه می شود. درست میگویی. این طور باشد، فوراً به عملیات آغاز میکنیم. رفتنی من واقعاً حتمی است؟ یوسف، به شبه وقتی که این حادثه را شنیدند، آدمانی پولاد به عملیات آغاز میکنند. تا آرام و آسوده شدن این جاها، از اینجا باید بروی. خوب شده است. خیر، باید همین بگه روان. نه، تا راه سپار شدنی تو باید اطراف را تازه کنیم. من این را حل میکنم. واقعاً برای این شب را به روز بردن، خانه نزدی ساید را آماده کردم. با اجازت شما. خوب، تینجی است؟ با یگانجا رفتنیم چی؟ تو این بگاه یگان نقشه نداری ها؟ عباس، تو از اینجا دور نمی شوی. از همینجا اکا؟ نه، هو از اونجا. عباس، اینجا بیا عباس. چه کار کنم تو رو نمی دانم. خواهد زنید، خواهد کشید اکا. عباس، گوش کن. اگر من گویم که از اینجا دور نمی روی، منظوری من باغچه است. اما در جای قرار میگیری که آواز صفیه و الیف رو شنیده توانی، ولی تو رو دیده نتوانند و ناراحتشان نکنی. فهمیدم اکا. خیر، برار کار. Thank you.
چی شد دیگر؟ الیف به خود آمد؟ اندک حیران است لیکن خرسند شد. تماما خرسند گشت وقتی که دید حجرهش کلون است. جاوید از اکم خبر داری؟ گفته بود که کارش را که تمام کرد زنگ میزند. تو آیدی وقف یگان چیز اندیشیدی؟ باسی بیل یک مسلحت آیدی این داشتیم، یعنی نیت کردیم که به محتاجان اینجا استاده یاری میدهیم، برای یافتنی کار به آنها کمک میکنیم. سیبیل فردا باز میوید، همراه مسلحت میکنیم. محیط خانه را شاید خیلی شیرین میگرداند. او خود واقعا یک دوست شیرین است. حالا هم این قوطی ها رو نکشوده اید؟ گفته بوده تا اومدنی پدرم میکشوید کو؟ پس بیو با من یاردم بیدی. این ها رو با من دروز بکن. بیدی. یوسف کوزوزاده باز ما رو متحیر میسازد. من هم باید اعتراف کنم که واقعا حیران شدم. تا این وقت در فهمیدن تصمیمی که کانسی آید یوسف قصوزاده گرفته بود دشواری میکشیدم. اکنون همچنین دریافتم که چقدر شما قبلا او را درست شناخته بودید. در این اواخر در حیات یوسف چی واقعی مهمی رخ داده که او چند سال پیش پیشنهاد ما را رد کرده بود و ما هم بر اثر آن او را از نظرها ساقط گردانده بودیم. کانسی قرار خود را برای چی تغییر داد جناب؟ یوسف قوزوزاده از سوی قطره ها یافته تا به این روز رسیده است. او برای خود را سنجیدن این وظیفه دشوار را به ذمه گرفت و امروز در پیش چشمی همه به پولاد علیمدار تیر کشاده کی بودنی خود را ثابت گرداند. خوب، اگر پولاد علیمدار زنده باشد چی می شود؟ البته شاید چنین وضعیت هم وجود داشته باشد. ما این را انکار نمی کنیم، اما یوسف و تمام به مردم شناسان که کیست. هم اکنون این چیز بسیار مهم است. این را به فردینند بیرسان، با او بگو که به قدر یوسف بیرسد، زیرا او کارهای ما را آسان میگرداند. البته کارین. شما را کدام بود به استانبول آورد میستر سمیت؟ فرض کردم که بادی بیابان. گمان داشتم که در اروپایید. آوازه فعالیت شما در تمام دنیا نفوذ انداخته. به فکر شما بادی بیابان از کجا میوزد؟ گرمی و سردی به هم آمده ریگ های بیابان را جمع کرده، از بالای بحر گذرانده با اروپا برده سرخ گونه می کرده است. این سخنها به اساس نیستند. اگر جای رنگی سرخ پیدا شود آن حتما آثار دست ماست، و اگر در جای جنگ نباشد پس سبب آن است که انگلیسان نمی خواهند. بسیار هم درست عرض کردید. گفته بودید که به من خبرهای مهم دارید. میدانید من از شما قرض دارم. این تر نگویید. از این رو یک خبری مهمی که به من رسید میخواهم به شما رسانم.
نیروهای ابرقدرت در ترکیه به جای خاندان قراخانلی ها قزوزاده ها را افضل دانستند. گمان میکردم که این تغییرات کی ها عملی گشته است. تنها یک نکته را فراموش کردم. عوض شوی خاندان ها بی خونریزی نمی شود. حتما از هر دو جانب تلفات خواهد شد. انا این به من پسند است. البته اگر یوسف این را به ما نصیب گرداند. همچون نماینده خاندان قزوزاده ها یوسف انتخاب شده است. این را قبلا شما منفعت آور می دانستید؟ بله، اما این گونه رنگ گرفتنی کار به منفعت ما سازگار نیست. اگر در فرصت کوتاه راهی بازداشتن او را نیابیم، زنده ماندن ما از امکان بیرون است. چیگه پستکه؟ تو به جای نوزو دودت نمی کنی کنان؟ وقتی کودک بودم پدرم از من چیزی رو پنهان می داشت و به این عادت کرده بودم، ولی حالا چیگه پست دانستن می خواهم. آخرین بار به این خونه که آمدیم در خاطر داری؟ پس از ختم صنفی 11 هم بود. پدرم برای هر دویمان جمع آمده تشکیل کرده بود. همه همصنفانمان آمده بودند. خطا کردی. یک کس نبود. بیا خاطره های کهنه رو نکشاییم. بگو بگو. نام آن دختر چی بود؟ فراموش کردم. وقتی آن دختر نامد بسیار غمگین شده بودی. از این سو با اون سو میگشتی و غرق فکر بودی. خیر کودک بودیم، چیکار کنیم؟ واقعا بعد آن دختر چی شد؟ در خاطرم نیست، ولی در بابت دختران بختی ما مثل تو آمد نکرد برادر. یک ساعت استراحت. پس از استراحت دسته به دو تقسیم می شود. قسم یکم همراه پوست،
با من می رویم. خوب شده از قماندان. ما برای مقرر کردن گذرگاه نفت دزدی به سوی غرب می رویم. سرجن ممیش، با فرمانتان حاضرم. تو که فرمان فرمای دسته دویمی، دیهه های ترکمنی که کنار راه هند پاسبانی میکنی. ما که به میدان می رویم، شاید آنها فرصت مناسب یافته با ما هجوم میکنند. اگر ما چیزی را کشف کردیم، نزد همان گذرگاه قرار میگیریم. خوب شده از قماندان. حالا به همه تان اشتیهای تام. چی شد؟ شب خوبم نبرد. چرا کوشش نمیکنی که کمی آروم باشی؟ اگر گویی که چی گپ است آروم میشوم. از دیروز این جانب سخن را به دیگر سو میبری. حق هستی. به خاطری 5 دقیقه است و پیشتر به دنیا آمدنم، من حق ندارم که با تو چون دادری خردسال مناسبت کنم. گوش کن اکا جان، نمیخوام که از من چیزی رو پنهان کنی. اگر تو چنین خواهی، دانستنت برای من هم مشکلی ندارد. سالهای گذشته من در خارجه بودم. در خاطر داری؟ برای ملاقات با کارمندان یک شرکت. بله. اصلا چون این ملاقات وجود نداشت، من در یک جای دیگر بودم. یکان خبر هست حقی؟ جناب، از آدم شما یک خبر رسید، به حرکت آغاز کرده بودند. بسیار خوب. کی کار انجام می‌یابد؟ دیر دوام نمی کند. بچه ها بیدارند؟ آره، ناشتا می شکنند. برای شما هم بفرمایم که خوراک بیارند. نه، سلامت باش. یک چیز رو نمی فهمم. برای چی در چنین همایشی بسیار مهم پدرم نیو تو شرکت ورزیدی؟ این قراری بابایم بوده است. من باوری دارم که وظیفه ای تو به تحصیلات در لندن و به غیب زدنت ارتباط دارد. خوب، اون وظیفه چی بوده است؟ یک وظیفه خوفناکی که اون را باید پنهان دارم. انا همین را دانی بس است.
خاطر خودت. کی میداند باز چی های را از من پنهان میکنید؟ به این زنگ باید جواب دهم. تویست. من میبرایم. گوش میکنم میتی. حاضر آمده نمیتوانم. وقتی خالی افتا زنگ میزنم. خوب پروا نکن، حتما زنگ میزنم. تو کیستی دوستم؟ اسنو یلین کلیچ. چی گپ است؟ تو با ما تحفه آورده ای چی؟ مناسبتی که حالیا شما به بیمارخانه ما دارید باری آن را هیچ سبگردانده نمیتواند. نمیدانم شما را فهمانده توانستم یا نه آقای ارهان. بیا پس من از تگی بار تو را خلاص کنم. درون اینها چیست؟ در داخلش راپورت های بیمارخانه است. برای آنها را سپردم، نباید پولاد علیمدار را ببینم. اکا حاضر حضور ندارند. تو قطعه ها را منو بیره و من میرسونم. نمی شود. من اینها را خودم باید به آقای پولاد برسانم. خوب خودت میدانی. اگر اکا بیایند من به تو خبر میدهم. نمی شود. این راپورت ها را پرتافت رفتن نمی توانم. این خیر باشد گیربر. ناممکن است. من اینقدر چیز را دیگر برده نمیتوانم. اکا یرهان، این دفعه خانه از امنیت آمدند. روز بخیر ایرهان بای. خوش آمدید برادر، چی گپ است؟ بخیر است؟ ایرهان بای، پولاد علیمدار در همین جا هند. اکا هم حضور ندارند، من حل میکنم. بگو که چی مسئله است؟ من حقوقی گفتن این مسئله رو به شما ندارم، اما اگر آقای پولاد نباشد شما باید با ما به امنیت بروید. آید شما فرمان خطی همین است. چی؟ آید من؟ آره، آید شما و جناب جاهید. جاهید هم نیست حاضر؟ او را هم باید بریم. این تر باشد میبرایم و او را هم زنگ میزنیم. مرحمت. آقای ایران چی گپ است؟ گپ مهم نیست. تو چشم و گوش بشو اینجا، من حاضر بر میگردم. در اینجا چی گپ شد؟ گفتن که برای بیان دادن باید بیرود، اما تگ این کاسه شاید نیم کاسه باشد. چی بودا میتواند؟ آقای پولاد کجاست؟ میدانی آقای محسن؟ نه، از فرد و اعتبارا نمیدونم که کجا هند. حتما دام است اینجا و من این زمان یک عملیات زمانی برگزار کرده آقای پولاد را به خاطر آوردم. من رفیقان را برای از آنجا برآوردن یک نقشه دارم. این قطعه ها را به شما امانت میگذارم. من برای خرید رفتم. خوش آمدید رفیقان. سلامت باشید. در لباس مقرری آمدیم که گرد و اطراف نادرست نفهمد و شما را هم ناراحت نکنیم. تشکر. یکان مسئله مهم است؟ شما باید همراه ما به امنیت بروید. شما که دعوت کردید حتما می رویم. چی مسئله بوده است؟
فرمان ویژه صادر شده که آید به یک موضوع از شما معلومات بگیریم. اگر فرمان از جانب دولت است بفرمایید میرویم. بیایید. چه خیال؟ با اینجا بسیار زیبیده است. جایی که بیشتر می زیبد قلب زمین های خودش است. من این را در عدن بابل پنهان می دارم. آریل علمدار نیست؟ نه، زمین کفید و بزیر آن در آمد. پس انتظار می شویم که کای بالا می براید. او را که انتظار می شوی باید آیدی یوسف نیز بیندشی. دوست ارجمندم یوسف. البته از این بعد او دیگر پیش من معتبر گشته است. آریل، من با کسانی که به این موضوع ارتباط دارن صحبت داشتم. وظیفه ای که آیدی پولاد به او دادن او به فرجام رسان، او را صاحب یک قدرت بی‌مثل خواهد گردان. از این پس هر کاری که میکنیم باید یوسف را با اعتبار بگیریم. آریل، من 7 بار چین کرده 1 بار میبرم. تو هم چنینی. ولی عجایب، برای چی تو مرا به راستای یوسف هشدار میدهی؟ من در او یک چیز دیگر را میبینم. او دشمنی تو نیست. او فوق‌العاده یک آدمی است که میسازد تو با او دوستی کنی. آن همین حقیقت است. آقای حقی، آدمانی پولاد علمدار را دستگیر کردیم. تشکر، من این را به جای ضروری می رسانم. سلامت باشید جناب. جاهد و ایرهان را امنیت گرفته برده است. سروری دیروش سیاه و پوسد در استانبول نبودند. بسیار خوب، این طور که باشد دیگر کسی با پای ما نمی پیچد حقی. همین طور جناب، دیگر کسی نیست. من با بچه ها صحبت میکنم، تو باشی برای سفر آمودگی گیر حقی. خوب شده است. یوسف در کجاست کنان؟ به فکرم کارهای مهم دارد پدر. کنان، دیگر برای اینجا ایستادن شما ضرورت نمونده است. اکنون کجای میخوای راننده میبرد؟ حالا تنها به ورزشگاه رفتن میخوام. شاید در آنجا کمی آرام شوم. همه امون از دیروز این جانب خیلی خسته ایم، اما اکنون آسوده شدیم. هر چی که ضرور بود کردند. آدمانی پولاد که امکانی به تو ضرر رساندن دارند در امنیتند. تو هم این بیگاه باید از استانبول بیروی. فهمو، اما تو رفتنم چند کار مهم رو باید انجام دهم.
تو باید کاری بکنی که به من گبگردانی کنی. ها خیر، با دقت باش. بگو در همین جا می شوم. خوب. آقای اسنو، همین جا کوفته تیار کرده می شود. دیوانه ای تو. به تو یک توضیحات دادنیم آقای محسین. مقصدی من اینجا خوراک آماده کردن نیست. برای برآوردن رفیقانم نقشه دارم و این یک جزئی نقشه من است. تفصیلاتش رو نمی گویم. چی کوفته می پزی تو؟ ای آفرین، زنده باش آقای حسنو. این خوراک خاص مردم این منطقه است؟ ولی این چی کوفته نیست خانم. معلوم است، معلوم است. پس این چیست؟ این چیست؟ خدای من، ببین این مثل جرمه شده است. ای نمی شود، خودت رو غم نده، بیهوده خودت رو عذاب نده. خانم، شما دانشمندید، با فرمولا و اتم مرا حیران کرده می توانید، اما پختنی کوفته کاری من است. خواهش میکنم دخالت نکنید. کو بده یک پاره ببینم. نه بده گفتم. نه نمی شود. نمی خورم، نمی خورم، بویش میکشم. و این چیزی که تو استفاده برده استاده گوشت هم نیست، از گوشت نشان هم ندارد. تو میفهمی چی تیار کرده استاده ای؟ اگر این تروشه در راهی درستم. در راهی ندرستی. این برای شما نیست خانم. بگذار بکند خانم من ادولو. این راه هیچ کس واقعا نمچه خوردنی نمیپذیرد. محسین بسیار به من تیگه میزند. خودتون میدونید. اما هر که این رو میخورد شفا نمییابد. از من یک گفتن. جناب آسیا خانم آمدند. خوش آمدی آسیا. خوش باشید. با فکرم از حادثه های آخیر آگاهی. منظوری شما مرگی پولات علیم دار است؟ حالیا بسیار بر وقت است از مرگی او گفتن و، اما من باید اعتراف بکنم که دوستی عمومی شریکی ما یک کاری بزرگی دیگر را انجام داده. من هم وقتی که این حادثه را شنیدم خیلی خرسند شدم، چون که میانی کنسه یوسف میانه را بودم. من هم محض برای همین مسئله تو را دعوت کردم. شما را گوش میکنم. از طبقی خواهش تو من برای با یوسف صحبت کردن نزدی او راز را فرستاده بودم. راز از جرایان صحبتی خود یک گزارش بسیار عجیب پیشنهاد کرد. او نوشته که یوسف قزوزاده اصرار داشته است که در کانسی یک گماشته پنهانی گویا بوده باشد. آیا این امکان دارد؟ پولاد علیمدار با یک خاندان شهرتمند ارتباط داشته است و از او گویا درخواست کرده باشد که در برهم زدن ساختار ما با او همکاری کند. این یک دعوای فوق‌العاده عجیب است. آره، خیلی جرأت‌کارانه. اگر ادعای یوسف تصدیق نمی گردد حال او بسیار بد می شود. شما چی نقشه دارید؟ آیدی به پولاد علیمدار مربوط بودن این مسئله ما به آن روشنی انداختن نمی توانیم. در این میان که یوسف به کانسی دلیل هایش را پیشنهاد می کند، هرچی هست ما نیز باید تدقیقات خود را کرده باشیم. من برای کانسی بزرگ برای همه کار آمدم. 10 سال پیش یک درهم برهمیه میان خاندان های ما رخ داده بود، ولی آن را چنان که می باید بررسی نکردند. با
بر اثر آن خاندان های در روسیه بوده ای ما یک نیروی را صاحب شدن که می توانست وضعیت را تغییر بدهد، ولی هیچ دلیلی تا به کنسی نرسید. در آخر بسیار حوادثی به سر بردیم و این ادعای موجود بودن گماشته پنهانی در کنسی شبهه ما را افسون گرداند. وضعیت چنانی که بوده باشد ما تخمینش می کنیم. تغییر خاندان در روسیه چیزی ناگزیر است. البته اگر در آنجا ما مثل یوسف آدمی داشته باشیم. من می خواهم که به این مسئله تو مشغول بشوی. هر چی ضرور است می کنم. روسیه می روی و آنجا شخصی را می یابی که برای ما کار می کند. برای تماس با عائله آنجا بوده او مساعدت می کند. هر گونه تفصیلات آید این عملیات در این پرونده است. اگر وضعیت چنانی نیست که شما تخمین میکنید، در این صورت فرمانی شما چیست جناب؟ من بسیار میخواستم که بر راستای آیله روسیگی ما دروغ باشد. اگر چنین است ما مسئله یوسف کوزوزاده را تجدیدی نظر میکنیم. بسا هستن با چشمانی بینا ره گمان ایلو دل و جان تاجی کی سانم شرایی را گذر کردی خندیده بیا دل بر تقصیده بیا دل بر سرمشق شعر و زینتی اشعاری من بودی چون بگک می جزدم ای صحبت یارا چو میدان 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 در دلم جوز غم هجرانی تو دیگر غم نیست شبهای دراز تو را خواهد دیلی من زندگی هم سفرم خاطرات سرم ای بالای سرم ای خدایم خدایا در سر تا سر تاجیکستان روزهای نزدیک کنسرت در انتظار هنرمندی دوست داشته ای ما و شما ابراهیم اسماعیل زاد سر عنوان چشم من با فروش می براید با نزدیکی از اروپا با تاجیکستان از نطق با نطق با لحن شیرینی تاجیکانه سه ترانه تازه ایجاد سراینده محبوب شبنم صابری با نام های زمزمه بارونک و پاپوری از آلبومی در انتظار شبنم با نام زمزمه از دکانهای فیتافروشی دسترس نمایید.
من بسیار اندیشیدم که این ملاقات را با شما برگزار کنم یا نه. با قراری آمدم و زنگ زدم. پیش از همه خوب دانسته باشد که من با کسی که همکاری دارم خیانت نمی کنم. حالا همراهی کی کار میکنی؟ من از آن لحظه‌ای که به این ماشین در آمدم تنها با شما همکاری میکنم. اگر شما از من باوری داشته باشید این را ثابت میکنم. متی ایمار نخستین بار در ماشین من نشسته است، دیگر من چیکار میکردم؟ از این پس راه را همراه میپیماییم. مادامی که شما در چنین اندیشه‌اید، من آمدم تا گویم که در راه ما یک سنگر است. جان سمیت به استانبول آمده است. اکا در این حالت باشد هم با شما صحبت کردن بسیار راحت بخش بود. سلامت باشید. کجا شد این مأمور؟ برای یک بیانات این قدر منتظر می شویم. ما هم نمی دانیم اکا ایران. اگر خواهید یک بار دیگر پرسان شویم. در کار نیست برادر. ما از شخصانی نیستیم که از معاشرت مردم امنیت نفرت داشته باشیم. ما باید باز هم انتظار بشویم جاهد؟ ضیافت ما رو انتظار است چی؟ کمتر طاقت کن ارهان. کو اول بفهمیم که چی مسئله است. بفرمایید سردار. بیرون براید. پولات علیمدار در کجاست؟ نمیدونیم. یعنی نمیدونید؟ پولات علیمدار با این آدم گناهکاری که در همه جای جهان او را میکوبند، یعنی فردیناند، چیکار دارد؟ این را از خودش پرسیدن واجب نیست مگر؟ اگر چیزی نگوید این سوال را تکرار کردن میگیرم. پولات علیمدار فردیناند را به کجا میبرد؟ به اندیشه من باید به تشکیلات شما میآورد. به اندیشه من هم. اما چه خیلی که خواهید تا درباره پولات علیمدار چیزی نگوید به هیچ کجا نمیروید. چی تمامی شب همینجا میمونیم؟ در دست هیچ چیز نداریم. به همین هم محسین شاید کارهای محکموی رو تحقیق کرده باشد. در همینجا باز دار. تو میتوانی بروی. جناب شما به شرکت برنامه گردید. تو با کسی چیزی نگو. من اینجا کارم رو به فرجام رسونده خودم برمیگردم. خوب جناب یوسف. من میدانستم که مرا میجویی. برای با تو همکاری کردن آمدم، خرسندی نکن. برای چی آمدی؟ برای یک نقشه خود را عملی کردن به کمک تو احتیاج دارم. من برای تو از لندن به ترکیه آمدم یوسف. برای پهلوی تو بودند، هر نوع کمکی باشد به تو کردن. هر چیزی از دستم بیاید از تو دریغ نداشتن. پولو دلیم دار را پراندم.
وظیفه‌ای که به ذمه من گذاشته بودند ادا کردم. اکنون مانعی نیست. برای شیشتن به سر میز آنها و بازی‌هایشان آویران کردم. پولاد مرد؟ بعد از پراندنی من به دره افتاد. جسدش هنوز یافت نشده است. تو به اعتبار گرفتی که این حادثه چی دشواری ها را باعث می شود؟ وقتی که برای کشتن او مرا وظیفه دار کرده بودم، می دانستم که این کار آسان نیست و برای وقت زیاد در اختیار داشتن بازی را فکر کردم. آن چه بازی بوده است؟ با کانسی گفتم که در داخل آن یک جاسوسی هست. آنها از من طلب کردند که این را اثبات بکنم. با این را فرصت دریافته برای نیست کردن سیستم نام های کلیدی خاور نزدیک باید امکان پیدا میکردم. من خائن اساسی را معین کردم. کیست باید؟ جان سمیت. نخست من باید همه را مطمئن سازم که او خائن است. برای با من تمام کارهای کردهش جزا میدهم و جانش را میستانم. خیر، این چطور میشود؟ سراغه منزلی در استانبول بوده او را پیدا کردم. تو نقشه آن خانه را برای من میابی و من وارد خانه او گشته نقشه هایش را میدوزدم. فوراً حل میکنم این را. Thank you.
تو درد این سردار رو هیچ فهمیدی جاهید؟ از کسی فرمون گرفتند، همون رو اجرا کردنیند. در اینجا داشتنی ما شاید به درد آنها میخورد. خواهش میکنم این طور نمیشود. من اینها رو باید به آقای ایرهم بدهم. چیگه بوشد؟ این طور نمیشود. خواهش میکنم. آوازی حسنو برین. این گفته ها را تا به صاحب خویشان نرسانم هیچ جا نمیرم. شما نمیفهمید. اینجا ده نیست. میدانید چی محترم مامور؟ آقای ایرهم هیچ چیز نخورده از اداره برآمد. او شاید بسیار گرسنه نباشد. التماس یک روی نکنید. گذرگاه را خالی نگاه دارید. در اینجا چی گپ است؟ جناب این کس برای جناب جاهید و ایرهم خوراک آوردند. محترم سردار، آقای ایرهم طاقت گرسنگی ندارد. من این چی گفته ها را خودم پخته آوردم. دوستی را به همین روز گفتند. خودتان میفهمید. اینجا اداره امنیت است. جای کباب خوری نیست. همه اینجا در بیرون میخورند. اینجا خوردن تماما من است. بهترش از اینجا روید. این چی گفته ها چه میشود؟ اگر خواهی که حیف نشود بالای همین میز بمون. به اینجا خوردگیشون رو میخورند، موندگیشون رو میمونند. خوب جناب شما نمیفهمید. در آمدن ممکن نیست. سردارمون گفتن که در آمدن ممکن نیست. در اینجا خوراک نمیخورند. روید زودتر از اینجا روید. رفیقتون چی کفته پخته آورده است؟ بسیار بامزه بوده است، ولی افسوس که شما اون را خورده نمیتوانید. اینجا خوراک از بیرون آوردن من است. کفته گفتی؟ ای شما نمیفهمید. صد بار گفتم روید از اینجا. اینجا آشخانه نیست که. روید. با اجازت شما ما میرویم. یک دقیقه، یک دقیقه. سردار با شما چی شد؟ احوالتون خوب است؟ اینجا نشینید. سردار با شما چی شد؟ حسنو چی کار میکنی تو؟ جاهید بای زود این رو بخور. پروا نکنید، من شما رو از اینجا میبرارم. کجا میبرارم؟ چی کار میکنی تو؟ بخور. نمیخورم. نخوردم. چی تو دیوانه شدی؟ حسنو جناب در اینجا استنتاخ میکنن، نه اینکه خوراک میخورن. جناب جاهید شما آزاد هستید. اکیر هم شما هم میبراید. اگر این دار باشد ما شما رو در بیرون تجلی جزم. نه خوبم تشکر. بفرمایید بخورید. رفتیم حسنو. سردار احوالتون خوب است؟ بله خوبم. سردار احوالتون خوب است؟ یاری تجلی جزنیم. خوبم. کمی آب بیار. خانه این بیچاره سوخت. شفای کامل برادر. سردار بیا یوسف. کار تمام شد؟ بله. بسیار خوب. پس بیهوده وقت را از دست نداده بیرو. من آمادم. هرچی به شما پسند است همون را میکنم. خودی حاضر میتواند رود؟ ما تیاره ها را به سمت های گوناگون و وقت های گوناگون آماده کردیم. کیه که میخواهید میتوانید روید. به فکرم انتظار شدن شرط نیست. با تیاره نخستین میروی. جایی میرفتم را انتخاب کرده میتوانم. من 7 بلیت به 7 جای خریدم. یوسف بسیار هوشیار باش پسرم. میفهمم که تو تنها بودن میخواهی، ولی تو را تنها فرستادن مرا ناراحت میکند. کنار رو همراه هم میبردم و اما آنگاه از ما سخت خواتر میشوید. واقعا کنی کنان هنوز برنگشته است. من با او صحبت میکنم. تو فرصت انتظار شدن نداری پسرم. شتاب بکن. خوب پدر.
استاد مینه است، زینهار نجون. مینه؟ زینهار، زینهار حرکت نکن. آروم باش، نجون. تو هم از اینجا دور برو. تو هم نزدیک نشو قماندان. تو را نجون گفتم. فرمان را اینجا من میدیم. قماندان، برای من جانت را در خطر نگذار. پروا نکن، حل میکنیم. قماندان یوسف، استاد نزدیک نشد، مینه است اینجا. خط بارور را تعقیب کردیم، با آدمان در کرای وانا خوردیم. مشقای کاری آنجا را هم دیدید؟ آنجا هم کسی نیست قماندان. جمع شوید، نزدیک دسته دیگر می رویم. اطاعت قماندان. شتاب کنید، شتاب کنید. من چی می شوم؟ بگرد برویم، مینه یا چیزی دیگر نیست. ای حالا ایستا، من به تو نشان می دیم قماندان یاسی. چرا اینجا ایستادیم؟ تا کسی توجه نکنند. آقای فهمی گفتند که همچون رهگذری مقرری به فرودگاه وارد شدن بی خفتر است. پدرم این کارها را خوب می داند، بگذار گفته او شود. شما راه را با تاکسی دوام می دید، ما تا فرودگاه شما را همراهی می کنیم. فهمو، من هر چیزی که برای سفر ارتباط دارد آماده کردم. پاسپورت و حجت اسناد دیگر در پرتفلتان، همه چیزی ضروری دیگر را آماده کردم، پروا نکنید. سلامت باش، سفر بخیر، تا بازدید در نزدیکترین فرصت. بکنان سلام رسون، فراموش نکن. فراموش نمیکنم. حسنو، چی را دیگر انتظاریم؟ بیا برویم اکنون. خواهش میکنم 5 دقیقه دیگر انتظار بشویم آقای جاهید. میخواهم که نقشه من پر را به فرجام برسد. چی دیگر انجام دارد؟ من این نقشه حسنو را قبلا تجربه کردم. کمتر مانده بود که تو هم با اون کاروان همراه میگشتی. چی
کوفته یک راه رسیدن به نتیجه بود. کوفته را دارو زده بودند. این الهام از یک نقشه چند پیشکشیده آقای پولاد بود. کوفته را به شما میخوراندم و شما را به بیمارخانه میبردم و آنجا از در پس میگریساندم. اه تو حسنو، خشم نگیر تو جاهد. تو اکنون حق ضیافت با کوفته را داری. تو را تبریک میکنم حسنو. تشکر آقای ایران. بیا حسنو بیرویم اکنون. هنوزم نگفتی که با ملاقات کی میرویم. کمی بدتر خواهی دید. خوش آمدی آسیا. ببین که زنده است. طاقت بکن، طاقت بکن، طاقت بکن. با ما هجوم کردند. آنها خیلی زیاد بودند. مقابلیت نشان داده نتوانستیم. از ما راضی باشید قوماندان. پیهیلت کردم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده و رسوله. قومندان میمیش قومندان میمیش. قومندان دستم. کی هجوم کرد؟ نمیدونم کی بود و توبه کردم و تکرار میگفت که من سایه الله هم در روی زمین. گلگه کدام طرف رفتند؟ به زخمی هم مشغول شوید. شهیدان را از زمین بردارید. ما را انتظار بشوید. آواز نبرارید. شتاب کنید.
تیردان. درفشی سیاه، با شما جنگیدن را دوست ندارم. همین قدر تماشا بس است. آدمان زیاده تلف دادیم. بیا میرویم از اینجا. میرویم. اوفی دردم کماندان یاسین. تو واقعاً اون کوفته رو با ما میخوروندی حسنو؟ چی لاج؟ مقصدی ما رو میدونستید که؟ بیا اکنون اعتراف بکن. تو رو که آدم نحسابیدن با تو بی‌اعتنایی کردن. تو از سری بخل از ما قصد گرفتن خواسته. من هیچ این خیر نیت نداشتم. چقدر باز ایزا بیدیم.
این یک طرز تاکتیکی پولاد علیم دار بود. به شما گفته بودم که پولاد زنگ میزند. من هیچ به این جایها عادت نکردم که عسکریزه بی من ندارد مرا به مرکز بگیرد. شاید همین طور میگوید. چی میگوید دیگر؟ چی احوال داری پولاد؟ با ما هجوم کردن که با آقای پولاد تماس گرفته نتوانستم. گفتم به شما خبر دهم. وضعیتتون چطور؟ کماندان یوسین و من زنده ماندیم، اما شهیدان بسیارند. کی به شما هجوم کرد پوساد؟ گلگینام همان لعنتی اکا. گلگی؟ این چه طور شده است؟ آ گلگی در دست اکا بود که. تو مطمئنی که او بوده است پوساد؟ مطمئنم اکا. آن بشرف را با دو چشم سرم دیدم. آن ابله اگر در سوریه باشد پس اکا همون کجاست؟ خوش آمدی یوسف. سلامت باش. احوالش چی طور است؟ خیلی خوب، باز بهتر می شود. معاینه کردید که با شما چی در کار است؟ با مجمع سودای ما بیایید. ما همه چیز داریم. مجمع سودای یووار، این کلانترین مجمع سودا بوده، محصولات های با صفت را با نرخ‌های دسترس و پیش از همه با خدمت رسانی عالی پیشنهاد میکند. محصولات های خوراکی،
навҳои гуногуни маҳсулотҳои гӯштӣ, маводҳо барои хона, барои босам васеъ кардани номгӯи маҳсулотҳои худ, мо санаи 15 декабр дарҳои гӯшаи деҳқонро боз менамоем. Барои тару тоза будани меваҳои сабзавот кафолат медиҳем, зеро истгоҳ барои қаторҳои берун аз шаҳрӣ дорем. Аз саҳрои деҳқон меваҳои сабзавот рост ба гӯшаи деҳқонӣ ёвар меояд. Истгоҳ бо 300 ҷой барои нақлиёти шумо. Дар маҷмӯ фаъолияти мо барои роҳати шумо. Маҷмаи савдо ёвар, ҳамаи он чизе ки барои шумо дар кор аст. Кендал! تو چیکار کردی خواهرم؟ و مادم و فو کردم بیشرم رو گوشتی باز میخوایی عذاب خوش برایی رستم آرام شب الک را میکوشم با دستانی خودم جزایش را میدیم ابله نمیگذارم که تو رو از من بگیرم ملک در کجاست؟ مردم را کشت خواهرت را آورده با من سپار کندن اگر نه اینجا را به حفظی خون تبدیل میدیم بسرم ایستا خواهرم بارم پیار پیار با 0023 و 0024 زنگ زنید کد این موسیقی را گرفته تگمه دعوت را پخش نمایید نازکات مرا دیوانه میکنه آخیر از تو مرا بگانه کنه با تو گیریه نکن گیریه نکن تقدیرمون همین بوده این چه قسمت از وطن دور شده پریشان خاطر بیا بیا کنم جان ما فدایت بیا بیا میمیرم از برایت بیا بیا بی بوسم خاکی باید جان عزیزم چرا از من دوری میجویی؟ چرا عشقم را خار میکنی؟ آه خدایا 19 август хайр фалё дядя ма қати доводам ба чордаи беправа ма боя драм клуб да чиво кайф кунам боя дами шаб ё ма عزیزم عزیزه کی ارزوی هوس هایم زندگیم تو نه تنها عشق اولین یک دلی بغم داشت و دلک ما پرغم کدی حیاتی شیر